سلام دوستان و خوش اومدیم به یک قسمت دیگر از هفته نامه های اکادمی گنج امروز هفته نامه نسبتا کوتاه مختصر و مفیدی خواهیم داشت و بیشتر میخوایم تمرکز بکنیم روی صحبت هایی که آقای پاول این هفته انجام داد در جلسه FOMC و یه نگاهی هم در کنارش طبیعتا به بازارها خواهیم انداخت با ما همراه باشید خب با نگاهی به هفته گذشته آغاز کنیم اول از همه روز سهشنبه نرخ بیکاری از نیوزیلند رو داشتیم چهار و سه درصد همونطور که انتظار میرفت اما چیزی که میخوام بهش توجه بکنیم و این موضوعی هستش که در کشورهای مختلف به زودی خواهیم دید با هم این روند افزایشی هستش که اتفاق داره میفته در نرخ بیکاری و اگر خاطرتون باشه فدرال و هر بانک مرکزی در هر کشوری دو تا وظیفه داره یکی وظیفه کنترل تورم و دیگری وظیفه کنترل نرخ بیکاری که حواسش باشه نرخ بیکاری از یه حدی بالاتر نره و از طرف دیگه تورم از یه حدی بالاتر نیاد و خب این چطور این کارها رو میکنن با تغییر نرخ بهره با تزریق و جمع کردن پول از بازار و با ابزارهای مختلف بسته به کشوری که داخلشون هستن اما بعد از کووید خب ما شاهد این شوک بودیم شوکی که منجر به بیکاری خیلی زیاد شده بود و روش کنترل بیکاری چی هستش ارزون کردن پول هستش که شرکت ها راحت تر بتونن آدم استخدام بکنن چطور این کارو کردن با کاهش های بزرگ نرخ بهره و با تزریق پول و تونستن که نرخ بیکاری رو برگردونن پایین اما در سال 2021-2022 این پایین آوردن نرخ بیکاری درست نتیجه داد اما باعث شد که تورم افزایش پیدا بکنه و این افزایش تورم رو چطور کنترل کردن با افزایش نرخ بهره ها و الان دوباره تو اون سایکل داریم برمیگردیم مقب افزایش نرخ بهره گرونتر شدن پول سختتر شدن کار برای شرکت ها برای استخدام افراد و در نتیجه دوباره افزایش نرخ بیکاری پس دنبال این تعادل هستیم طبیعتا اهدافی داره فد و بقیه کشورها عنوان مثال فد دنبال تورنخ تورم دو درصدی هستش ولی خب باید حواسش باشه که این باعث یک فشار زیاد به بازار کار و در واقع رکود اقتصادی نشه اما داریم بالاخره تغییر رو میبینیم جایی هستیم که این افزایش نرخ بیکاری کم کم داره نگران کننده میشه توی صحبت آقای پاول هم بود الان بیشتر بهش میپردازیم به طور خاص سعی میکنیم که صحبتاش رو با هم بررسی بکنیم ولی خب این تغییر روند رو این تغییر جبهه و تغییر وضعیت رو میتونیم در همه کشورهای دنیا ببینیم بعضی ها جلوتر هستن بعضی جاها زودتر داره اتفاق میفته بعضی جاها دیرتر داره اتفاق میافته. پس این از نیوزیلند در روز سه بود روز چهارشنبه صحبت آقای پاور رو داشتیم بهش میرسیم اما قبل از اون نگاهی به روز جمعه بندازیم روز جمعه نرخ بیکاری اعلام شد نرخ بیکاری یک نامه درصد بیش از انتظارات و بیش از ماه قبل روی 3.9 دهم درصد اعلام شد از 3.8 به 3.9 درصد اما چیزی که میخوام اینجا بهش توجه بکنیم این ناحیه هستش ناحیه سمت چپ این نمودار حوالی سال 2005 تا 2009 رو داریم میبینیم و این افزایشی که در اثر GFC Great سی Crisis و اون اتفاقی که در بازار بورس آمریکا در سال 2008 رو افتاد رو داریم میبینیم و میبینیم که افزایش خیلی خیلی قابل توجه هستش از کفهای هولوحش چهار و نیم درصد رسیدیم به بالای ده درصد و یک افزایش قابل توجه در نرخ بیکاری رو شاهد بودیم و اما چیزی که الان داریم میبینیم اگر که زوم بکنیم اینجا میتونیم ببینیم که خیلی خیلی کوچیکتر هستش در حد چند دهم درصد جابجایی داره اینو خاطرتون باشه الان صحبت ای آقای پاول رو میخوایم ببریم جلو و نکته های مهمش رو من آوردن طبیعتا خود کنفرانس طولانی هستش سوال و جواب ها طولانی هستش این هفته موفق نشدیم لایو داشته باشیم اما نکته های مهمش رو آوردم که با هم راجبشون صحبت کنیم خب اولین صحبتی که آقای پاول گفتش این, این بود که طبیعتا مثل همه صحبت ها شروع میکنه که اقتصاد به سمتی داره پیش میره که داره نزدیکتر میشه به اهداف ما چه از لازه وضعیت اشتغال و چه از لحاظ وضعیت تورم اما جلوتر گفتن که ما برای اینکه بخوایم اعتماد لازم رو داشته باشیم که بخوایم کاهش نرخ بهره رو آغاز بکنیم نیاز هستش که بیشتر و بیشتر نشانه هایی از حرکت نرخ حرکت نرخ تورم به دو درصد ببینیم و این رو هنوز ندیدیم. آی پاول گفتن که سیگنالی که ما دقیقا هم صحبتی که کردیم سیگنالی که ما میخوایم اینه مدت سیگنالی که الان داریم میبینیم از سیگنالی که الان گرفتیم این است که مدت زمان بیشتری طول میکشه به دو درصد برسیم از چیزی که انتظار داشتیم و در نتیجه مدت زمان بیشتری طول میکشه که ما بخوایم نرخ بهره را پایین بیاریم نسبت به چیزی که انتظار داشتیم و گفتن که از دسامبر این بر رو نگاه بکنیم مقدار تورم در هاوزینگ یا در مسکن و در مواد مواد اولیه و مواد خوراکی خیلی بیشتر از انتظارات بوده و هستش و خب این طبیعتا نگران کننده بوده هم برای فرد و هم برای بازار جمله دیگه که گفتن این بود که اگر تورم ثابت باشه ثابت بمونه نشون بده که ثابت خواهد ماند و فشار به بازار اشتغال بیاد اون موقع وقتی خواهد بود که ما کاهش نرخ بهره داشته داشته همون صحبتی که اول داشتم میکردم اگر فشار رو روی بازار اشتغال وجود داشته باشه مجبور هستش که به تورم تن بده چون نگرانی و مشکلاتی که افزایش بیکاری ایجاد میکنه برای اقتصاد کشور برای کل کشور خیلی بیشتر هستش از فشاری که تورم بالا ایجاد خواهد کرد پس اگر یک ضعف غیر منتظری ما اگر داشته باشیم کاهش نرخ بهره پیش میشه اما با وجود اینکه تورم به زیر 3 درصد رسیده، فقط اون تورمی که فدرال رزرو به صحبت می‌کنه، PCE هستش نه CPI. آی. اینو قبلا اونم روی بحث کردیم، مهم نیست. اما صحبت آقای پاول با وجود اینکه تورم به زیر 3 درصد رسیده، هدف این به خاطر اینکه رسیده به زیر 3 درصد، دیگه اون توی اون قسمتی نیستش که اون ناحیه خطرناکه، به سر نمیبره درصد تورم تمرکز فدرال رزرو الان روی هدف اشتغال هستش پس نگرانی از اون بحث اشتغال هم اینجا وجود داره و تاکید کردن که این عدد 3 درصد اصلا قابل قبول نیستش کافی نیستش و هنوز نیاز داره که کمتر بشه و به هدف دو درصدی نزدیک تر بشیم اما جو مهمترین جمله که در کل این صحبت آقای پاول کردن این بود که افزایش بیکاری باید مقدار قابل توجهی باشد که فدرال بخواد واکنش نشون بده یعنی چی یعنی نموداری که این اول براتون آوردم این چند دهم درصد تغییر ها چیزی نیستش که بخواد منجر به واکنش فد بشه چیزی که شاید شبیه تر باشه و انتظار بیشتری داشته باشه که بخواد فد روش تاثیر روی فد تاثیر بذاره اتفاقی شبیه سال 2008 2009 دقت کنید فد در جایگاه سختی الان وجود داره همونطوری که یک کمی دیر شروع به افزایش نرخ بهره کردن و باشید که تورم یه جوری از دستشون در بره الان نگرانی این وجود داره که دیر شروع به کاهش نرخ بهره بکنن ولی صحبت آقای پاول افزایش نرخ اشتغال نرخ بیکاری عذر میخوام افزایش نرخ بیکاری باید قابل توجه باشد که بخوایم واکنشی نشون بدیم. بسیار عالی خب پس این از هفته گذشته بریم هفته پیش روم رو با هم بررسی کنیم هفته پیش رومون چی داریم از استرالیا نرخ بهره رو داریم روز دوشنبه اول اولین خبر خبر بزرگ خواهد بود از پوند از انگلستان نرخ بهره رو خواهیم داشت و مانیتری پالیسی ریپورتشون رو خواهیم داشت از کانادا در روز جمعه شاید این مهمترین خبر حداقل برای خودم باشه از کانادا روز جمعه نرخ بیکاری رو خواهیم داشت و انتظارات 6 و دو دهم درصد هستش دقیقا این ماه گذشته انتظارات 5 درصد 9 بود و 6 و یک دهم اعلام شد و این ماه انتظارات 6.2 و دو دهم درصد هستش پس اون رژیمی که گفتم اون تغییری که داره اتفاق میفته در همه کشورها به سمت نرخ بیکاری بیشتر ولی تورم کمتر در کانادا هم داره دیده میشه و به نظر میاد که یکم جلوتر هستش در آمریکا از نسبت به آمریکا کم جلوتر هستش و این احتمال کاهش نرخ بهره رو کاهش نرخ بهره زود هنگام تر در کانادا رو کمی بیشتر میکنه پس این از اخبار قبل از که قسمت اخبار رو به پایان برسونیم من نگاهیم به فد واش میخوام بندازم برای جلسه آینده که 37 روز از امروز با ما فاصله داره تقریبا بازار مطمئن هستش بالای 90 درصد مطمئن هستش که نرخ بهره تغییر نخواهد کرد و این نسبت هفته پیش آنچنان تفاوتی نکرده نسبت ماه پیش چرا چون ماه پیش حتی خیلی انتظار داشتن که در جلسه فعلی ما تغییر نرخ بهره رو ببینیم اما الان که داریم ما هم صحبت میکنیم میگم بیش از 90 درصد پیش بینی بر این هستش که نرخ بهره تغییر نکنه در جلسه پیش رو اما در جلسه بعدش که در انتهای جولای خواهد بود اونجا الان یه جورایی تقریبا 50 50 هستن شاید نه 65 درصد انتظار دارن که نرخ بهره ثابت بمونه 32 درصد انتظار دارن که 25 درصد کاهش پیدا کنه به نظر من خیلی وابسته خواهد بود به اعداد تورمی که اعلام خواهد شد و همچنین به مقدار اشتغال در طی تابستون و در طی انتهای بهار که در پیش رومون هستش خب یک کوچولو در مورد آنچین هم با هم دیگه صحبت کنیم اولا اینو میخواستم بتونشون بدم همونطور که توی مسابقه که تو دو, دو جلسه پیش داشتیم با هم صحبت کرده بودیم افزایش در واقع مقدار فی رو شاهد هستیم اما نه به این معنا که شما برای تراکنشتون نیاز باشه که هزینه بیشتری بکنید تقریبا هزینه تراکنش ها ثابت بود. اما اتفاقی که افتاده این هستش که ماینر مقدار پولی که دریافت میکنن مقدار جایزه که دریافت میکنن درصد بیشتریش رو هزینه کارمز ها تشکیل میده و مقدار کمتریش رو مقدار بیت کوین های جدیدی که به وجود اومدن و این خب چیزی بود که در هر هاوینگ انتظار اتفاق میفته و انتظار هم میرفت اما نموداری که اینجا داریم میبینیم و این در قسمت خیلی بزرگی که اینجا هست در حوالی هاوینگ هستش روز قبل و روز بعد از هاوینگ رو شامل میشه کی هستش همون موقعی هستش که مقدار کارمز ها خیلی خیلی افزایش پیدا کرد باعث شد ماینر های زیادی روشن بکنن ماینر هاشون رو و در نتیجهش سختی شبکه هم در واقع در طی روزهای بعدش افزایش پیدا کرد که البته دوباره خودش رو تنظیم خواهد کرد اما دوباره اینجا هم تغییر رژیم رو در شبکه بیت کوین میتونیم ببینیم عین که قبلی اتفاق جدیدی نیفتاده ولی خب جالب هستش که این موضوع رو تحت زیر نظر داشته باشیم که هر هوینگ که اتفاق میفته مقدار بیشتری از مشوق ماینرها چی خواهد بود مقدار... کارمز تراکنشها خواهد بود و نه بیت کوین های جدید ماین شده بسیار عالی اما بریم به بازار اگر بخوایم نگاه بکنیم از لیکویدیشن هیت مپ شروع میکنیم توی نقاط لیکویدیشن یه مقدار خیلی قابل توجهی ما در واقع نقطه لیکویدیشن در 67350 50 دلار داریم و خب خیلی دور از دستر، دسترس نیستش الان روی 64000 63 64, تو داریم نوسان میکنیم و خب دسترسی و تاچ کردن این نقطه لیکویدیتی اصلا عجیب به نظر نمیرسه نقطه بعدی که شاید خیلی بزرگ باشه میره تا غلوش 72 دو هزار دلار که کمی دورتر هستش اما کماکان داخل همون رنجی هستش که هفته پیش راجبش صحبت کردیم اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشین توی تکنیکال ها که بریم بیشتر معنا پیدا خواهند کرد اما شورت ترم هولدر رو داریم همونطور که انتظار داشتیم برگشته حوالی یک داره نوسان میکنه و چیزی که این متریک به ما نشون میده یک بازار رنج هستش در دنیای اسپات نه خریدار بزرگی وجود داره نه فروشنده بزرگی وجود داره و وقتی تریدرها میرسن به نقطه ورودشون واکنش خاصی نشون نمیدن نه از ترس فرار میکنن و نه از خوشحالی دوباره به پوزیشنشون اضافه میکنن و این باعث همچین رفتاری اینجا میشه تو دوره آنچین با جزئیات خیلی بیشتر این متریک و هزار متریک دیگر رو بررسی کردیم حتما حتما اگر دوست داریم و براتون جذاب هستش پیشنهاد میکنم بهتون بسیار اما در نهایت اگر به اوپن اینترست بخوایم که هفته پیش بود در طی های آقای پاول اتفاقاتی افتاد برای چون قیمت طبیعتا تغییر کرد و هم باش تغییر کرد اما کماکان اون ترس رو در جو تریدر های میتونیم ببینیم به چه شکل به, چه... به شکل،, کم بودن اوپن انترست. اما به نظر میرسه که یک روند خیلی خیلی آرومی شاید داره به بالا شکل میگیره هنوز خیلی زوده که بخوایم معنای خاصی از این نمودار بکشیم بیرون ولی خب این موضوعی که اینجا هست و این بیمعنا بودن خودش رو در فاندینگ ریت حتی بیشتر نشون میده که میتونیم ببینیم فاندینگ ریت مثبت هست اما اونقدر نه در طی صحبت های پاول حتی منفی شد بعد دوباره مثبت شد خیلی چیز خاصی نیستش مقدارها کوت... کوچیک هستش اگر مقایسه بکنیم مقدار فاندینگ ریتی که الان وجود داره و مقدار فاندینگ ریتی که یه ماه پیش وجود داشت دو ماه پیش وجود داشت میتونیم که بازار تر... در اون فاز ترس خودش به میبره اما بریم و یک کمی تکنیکال ها صحبت کنیم و همه اینا رو کنار هم بذاریم من امروز خیلی موضوع خط و یا نمودار جدیدی ندارم که بخوام به بحث تکنیکال هامون استفاده بکنم به نظر من به نظر میرسه که کماکان اون رنج آروم نزولی رو داریم توش حرکت میکنیم به اتفاق خاصی توش نیفتاده یه سری از دوستان یکمی کمی این رنج رو با زاویه یک کمتری میکشن و شبیهتر به یک کانال افقی میکشن خیلی فرق نمیکنه مهم قسمت مهم داستان این هستش که ما از اون رژیم رونددار خارج شدیم و وارد چی شدیم وارد یک فاز نوسانی شد دوستان تریدرهای های عزیز نوسان و رنج زدن بعد یکی از سخت و بدترین جاها برای تریدرها هستن نمیگم نمی نمیشه از پول در آورد اما ما دنبال این هستیم که بتونیم به راحتی از موضوع پول در بیاریم نه به سختی پس دنبال این هستیم که بازار رونددار رو پیدا بکنیم و برای همین هم به شخص الان از بیت کوین دوری میکنم جایی نیستش که بخوام در واقع به ما ریسک به ریوارد های خوبی بده چرا میشه دنبال ترید گشت از بالا تا پایین روند رو از بالا تا پایین رنج رو میشه ترید کرد اما جایی نیستش که من دوست داشته باشم این کار رو انجام بدم اما از طرف دیگه OBV رو اگر نگاه بکنیم میتونید که اون خط قرمزی که صحبت رو داشتیم میکردیم که گفتم یک کندل قرمز کافی هستش که بشکونتش همین اتفاق افتاد دقیقا روز دوشنبه شکسته این خط قرمز اتفاق افتاد تا وقتی که به صحبت های آقای پاور رسیدیم و بعد از اون حرکت به سمت بالا و به نظر میرسه که یک ریتست خیلی زیبا داره انجام میشه از این خط روند اگر که نتونه نگه داره و بخواد برگرده پایین خیلی بیشتر و بیشتر دوباره تثبیت میکنه که این روند تموم شده البته این روند رو ما کی دیدیم تموم شد اولین باری که این دایورجنس رو اینجا با هم دیگه تو همین هفته نامه ها پیدا کردیم حدود دو ماه پیش بسیار عالی خب پس این چیزی ازش که من از بازار میبینم کماکان توی این رنج گفتم این یه ذره بالاتر رو 67000 نقطه لیکویدیشن قابل توجهی داریم شاید یه سر کوچیک به اینجا بزنیم شاید برگردیم پایین این رنج نمیدونم چیزی که میدونم اینه که به نظر هنوز روند جدی در بیت کوین وجود داشته باشه و وقتی روندی وجود نداره جایی برای ترید کردن من هم نیستش بازار بورس آمریکا وضعیت مشابهی رو داره اگر که بیایم به SPX اگر بخوایم نگاه بکنیم می میتونیم ببینیم که بعد از این قله ای که زده شد یه چیزی شبیه اون دت کات رو داریم میبینیم ببینیم که تا کجا میتونه بره بالا اما چیزی که برای من مهمتر هستش این هستش که در OBV ریزش قابل توجه رو اینجا میتونیم ببینیم طبیعتا خروج قابل توجه پول ها رو داریم میبینیم و انتظار من این هستش که یک کمی ادامه دار تر باشه این روندی که تا اینجا خیلی قدرتمند به سمت بالا بوده من انتظار دارم که یک تصیح قابل توجه تایی توش به وجود بیاد هنوز کاتالیزور های فاندامنتال لازم شاید به وجود نیومده ولی هر روز که میگذره لرزان و لرزان تر میشه این بازار همونطوری که در یکی دو ماه اخیر به این حرف رو داشتم میزدم کماکان این وضعیت وجود داره اما اگر بخوایم نگاهی به نسبت اتریوم به بیت کوین بندازیم اون حرکتی که به نظ... اینجا آروم آروم به وجود اومده بود و من گفتم خیلی به نظر حرکت جالبی نمیاد خونسا شد به نوعی بر یک هفته و خورده اخیر برگشت به سر جاش تریدی نبود که من گرفته باشم و دلیلش هم گفتم هفته گذشته ولی خب برگشتیم به کف روند دوباره جایی نیستش که این دارایی های ریسکی بخوان بدرخشن چه اتریوم و چه سایر آلت کوین ها من سایر آلت کوین ها رو تو این هفته بررسی نمی کنم که خیلی طولانی نشه ولی خب جای خیلی جذابی برای ترید کردنشون نیستش جفت که هفته پیش علامت گذاری کرده بودیم برای دوتاشون خیلی اتفاق خاصی نیفتاد یورو به دلار کانادا کماکان توی همون رنج تو همون مثلث گیر کرده ولی خب کماکان گوشه چشمی من بهش دارم پوند به دلار استرالیا از خط روند شکست به سمت پایین موقعیت ورود خوبی به من نداد اگر میخواستیم جای وارد بشیم بعد و بالا وارد الان که دستم در رفته دنبالش نمیخوایم بدویم اما دلار نیوزیلند به دلار کانادا کمی اوزاش بهتر بود این خط روندی که با دست حتی کشته بودیم هفته گذشته عمل کرد و اینجا نقطه در واقع ورود خیلی بهتری رو تونست بهمون همون بده در نهایت من که خیلی کوتاه بخوام صحبت بکنم راجع به بازار بورس که رابین هود رو داریم کماکان توی رنج کماکان منتظر نقطه ورودهای خیلی خوبمونیم پایین هستیم استارباکس در طی این هفته ارنینگ هاش اعلام شد و یک ریزش قابل توجه 10 درصدی رو داشت اینجاها جای جالبی هستش اگر که به شکل لانگ ترم به شکل طولانی مدت میخواین به سرمایه گذاری در استار باکس نگاه بکنین یک کمی پایین تر هلوش 68 دلار 67 دلار خیلی جای ایدالتری هستش اما الانم بد نیست پس اگر یه پل دالر کاس اوریجینگ دوست دارین که استار باکس واردشین،, واردشین اصلا برای ترید لورج پیشنهاد نمی ویدیوی ویدیو امروز رو با این جمله از جف میخوام به پایان ببرم که, که کسی که نمیتونه نظر خودش ذهن خودش رو عوض بکنه زیاد هم عوض بکنه مقدار خیلی زیادی داره دست کم میگیره مقدار پیچیدگی دنیایی که توش زندگی میکنیم رو به عبارت دیگر دنیا خیلی پیچیده از این حرف که شما بتونید یک ایده داشته باشید یک پیش بینی براش داشته باشین و پای اون پیش بینی باید آماده باشین مخصوصا به با عنوان تریدر و مخصوصا به عنوان کسی که در بازارهای مالی داره فعالیت میکنه و چرا فقط این هر کسی اگر در این دنیا زندگی میکنید لازمه که بتونید سریع نظرتون رو عوض کنید به هیچ چیزی تعصب نداشته باشید به هیچ چیزی دل نبندید همه چیز در تغییر دنیا خیلی جای پیچیده ایه براتون بهترین ها را رزوم میکنم و امیدوارم که هفته خوبی پیش روتون باشه راستی اگر کانادا هستین یه سریع به وبسایت گنج بزنین خبرهای خوبی در تا یکی دو ماه آینده در راهه میبینمتون